Knock, knock. Who's there? Your nightmare. درود به همگی کلکسیا، به کلل بزرگبرد کوچک پوریا پوتک آدولف عرب خوش آمدید. امیدوارم روز خوبی رو بوده داشته باشید. هستیم در خدمت پریسایه. چطوری پوریا؟ قربونت برم عزیزم، چه خبر؟ کجایی تو نیستی؟ پس این امیری چی شد؟ 1,000,000 مبارک پوریا پوتک. شیرینی چی میخوای بدی؟ به تو دور از جلوونه میدم بشید. یه اشتباه داشتم میشیدم. نه پس شیرینی منو کنار بذاری. شیرینی داره امیری هم به زودی میادش. امیری هم که میاد این ما به 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 من که خیلی مشتاقم ببینم واقعا. عشق منی لایک کامنت سابتون نره ویدیو بذاریم هم دیگر استریم کنیم. بریم بیایم توضیح بدم ویدیو چیه. Let's go. IX broker. فری من قرار بود امروز یه ویدیو با تو بسازم به عنوان دورترین اسنایپا، یعنی که با فاصله 8000 متری و چیزای عجیب. خوراکم حاجی خوبی؟ ولی نرسی. ولی این ویدیو رو میخوام با تو بسازم، باید دفعه بعدی یاد باشه. اصولا ویدیو مدل موهای عجیب غریب بود دیگه، اینا خیلی دارکن و قرار دارکترینشو تو انتخاب کن. به نظر تو کدوم مود؟ اوکی قبوله. یعنی... قبوله. خیلی دوست دارم مدل مو و اینا آرایشگری خیلی حال میکنه. بریم اول. چی کو بیل داره؟ آره اینا بسن، چهار تا اول باز. خیلی کلش کوچولوه، فیلتر روش. الان بین این چهار تا بیله دارکترین بود مگه نه آجی؟ آجی اون بیله که اصلا نکست لول بود، منو برد یاد کلیپ های قدیمی کنار جوب تو خیابون پوریا پوتک، از این مزر دستی ها بود. قیچ 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 اینطوری میزنن. بعد یه جایی تو آفریقا هم با چیز میزنن ها، با کارد و ساتور. من دیدم ویدیوشو تو یوتیوب، تو این ویدیوی مستقر. آره دیگه آجی، خب امکانات نیست اونجا، مجبورم با کارد و ساتور. ولی با کارد و ساتور وازت اپاده دی بیل یارو نمیاره اینجا دو دستی بگیری بکشی کف سر یارو اینطوری. بیلم بیل بریم پشمام نگو. آجی واقعا این کارا رو میکنن یا برای ویدیو صرف این برش میزنه کله؟ ببین من احساس میکنم مشتری که میاد میگه منو کچل کن، آرشگره میگه بذار من یه ویدیو فانم بگیرم. من احساس میکنم اینجور. آره دیگه، مگه نه چرا باید آخه همچین چیزی؟ مگه که برای هالووینی چیزی رو برداره اینطوری کنه برای کاستوم؟ یادت اولین مدل موی عجیب و کی زد؟ ساسی مانکن؟ نه رونالدو بود کچله تو جام جهانی اینجاش مسلسل. اون که جلوی موهاشو یه سری کلیپ خنده‌دارم ساختن یارو میره آرایشگاه رونالدوی برام بزن سو، ولی با یارو نمیدونسته سو یعنی چی. مدل موی همون رونالدو نازاریو میگن، چی میگن مدل موی اونو برای بزن سرش هم تو گوشیش بوده. من اونو دیدم خیلی فانه. فعلا بیل آجی برو گم شو. آجی این چیه؟ تار عنکبوت هشت پا چیه؟ دیوز تافتم زده. بذار بعدی رو ببین. بین یایی عبارت دجو سوکیری گشیکاتا. این که موهاش نیست. میره آجی بوریا، اگه این موهای خودش بود تا الان این دارکترینه واقعا. فکر کن موهای خودشه، انتخاب کن. اگه دارکترینه آجی اینو باید ببری پیست بخوابونش رو با موهاش اسکیت بری، این اسکیت بورد میمونه به دستای موهاش. ببین تا اونجا که من میدم انقدر مدل موها دارکه، فکر کنم از الان به بعد هر ویدیو بگی دارکترین. بعدی رو ببین. Life is good. یارو رو بذارن سر سفره هفت سین مثلا. حاجی واقعی یا کف سرشو میبینی تو آب؟ آره آب قشنگ ریخته و کاملا هم کاول کرده این استخر، آبیش هم کرده که قشنگ چیز به نظر بیاد. پس این اوله. آخه از این هست که مثلا هوملس ها رو پیدا میکنن میبرن. جورج کلونی شد یارو، خودش جفت کرده. این اولیشه، اونم دومیش. وای حاجی یو خدا، این به نظر من میتونست توی ویدیوهایی بخواستیم به تغییرات نمره بدیم میتونست اول شه، ولی فعلا ما دنبال دارکا میگردیم. آره
یو ابلفت چشو میزنه حاجی 7-8 تا رنگ. او بعد چیزای پاسوره، یعنی فقط گیشنی چیز نداره، گیشنیز و پیک نداره. ولی حاجی خیلی زحمت کشیده. ولی این حاجی همین رو می‌خواستم بگم، این واقعا هنر میخواد و خیلی هم سخته، ولی زخزروک کله زشته. یاد بافتاییه که مامان بزرگا میدوزن برای نوه‌هاشون با این کوبلن اینطوری. دقیقاً مثل این کوسنا بودن، کوسنه. حاجی اینا رو چی میگن؟ چی چی دوزی میگن؟ کوبلن دوزیه دیگه. بافتنی، بافتنی، میل بافتنی، با میل بافتنی درست میشه. عین همونا شده. یه لیفم من داشتم تو همین مایا بود. بعدی این آقا به جای مغز توی سرش نور جاساز کرد. این آقا که تو فضای مجازی استابی معروف شده، برای دیده شدن بیشتر دست به کار عجیب و غریبی زده. این آقا به یه عمل جراحی مغزش از داخل سرش در آورده و جای اون نور جاساز کرده. این آقا گفته اینجوری بیشتر جلب توجه میکنه و نگاهی بیشتری داره، نور میزنه تو سرش. این آقا با همین کار 4 میلیون فالوور جذب کرده. به بابا کس میگه دیگه بچه، این یه رنگیه که خالی زر مفت داره میزنه، یکی از دور داره با چراغ قوه نور میزنه. اینم از یه رنگای استفاده کرده که شب رنگه. ارزل برین خونه هاتون. بازم کلام پیچیده توی کوچه همه قلام. اوه باری کلا اینا شبیه در آورده، چقدر خوب در آورده خودشه. یه ذره چیزم قاطی، یه ذره نوید محمد زادم قاطی هیچ کس کرده. نه اون که یه ذره توپلی صورتو حفظ کرده شبیه چیز میشه. آره فرم و اینا قشنگ درسته. آقا قبل از اینکه بریم، آلبوم جدید دادن بهرام و سورنا. آره خفنه، چون تو یوتیوب تو توییتر انتقاد شده بود. اونا به خاطر دیدگاه متفاوتشونه، بعضیا خیلی مثلا اعتقادی و به خاطر سیاستی نگاه میکنن، ولی از نظر رپی به نظر من یه چیز خیلی من گفتم چون تو مثلا رپری تو نظری که آلبوم خفنی بود. آره ببین آلبوم ها هیچ کدومو گوش ندادم و برم گوش بدم. ببین گوش بده دیگه، آلبوم ها اینجوریه که مثلا آلبوم های سنگینی هستند دیگه، نمیشه دائما گوششون بدی. ولی به عنوان حاجی دین دوتا آدم سنگین نویسن اصلا، ولی از نظر من جفتشون تکی خیلی خفن تر. نظر من بچه آشیه نشما مثلا سورنا تکی شاید مثلا خیلی بوریا پوتک هیتر کلابریشن بهرام و سورنا کامنت گذاشت آخر شوخی میکنه. ای جونم پری دلاش به دست کله خروسه مقباس. نه بقیهش باقیه. آره آره. دومش هم خالی بندیه، پرا هم خالی بندیه. آره پسش نمره‌ای نمیگیره. ولی چقدر فرم کله بچه نشسته به بدن خروس. یعنی چقدر همه یعنی کله بچه قشنگ آره. این بدن خروسه. آره. دقیقاً. آه. یو ابلفاس. یه زنه هست موهاشه. تو ایران خیلی معروف شده، من اسم فامیلی شد ولی دمش کم باجی نوش جونه. کام خانوم کبیری باشه اسمش، خیلی واقعا اونم خفنه، خیلی خوب در میاره. یهو طاووس در میاره، همش هم موه. حالا اینو قبول دارم که همش موهای طرف نیست، ولی موه. نه خب ببین آخه حق بده بهش، هر کسی حاضر نیست موشو اون کار کنه، بالاخره یه مویی میذاره تای موش و اونو درست میکنه، میفهمی؟ یعنی موه مثلا. آره اونم که اونا رو درست میکنه بعدش میشوره طرف، اونجوری نمیره بیرون با کلاغ رو کلش نمیره بیرون. شالا چش حسوداش کورشه، خیلی خفنه. چون میخوایم بریم تو مدل مود، اون البته مدل مود دور سیمان کرد با این چیز مواد آبی و بچه آبی. به نظر من این دارکه. آره این دارکه، این خود موش آخه گوزن خیلی هم تمیزه آجی. خیلی خفنه. بودی یعنی هیچ جا نمیده، او خدکش هم میندازه که یه موقع اینه دو تا دست اینطوری هم شده. آجی کریس اومد این توش. آجی مگه میشه خود رونالدو هم گذاشته وسط زمین؟ برو گم شو آجی، این جای اونو گرفت واقعا فرشاد. آره آجی برو گم شو، رونالدو استیکر رونالدو رو گذاشته وسط زمین فوتبال. بابا لوگو تیم فوتبال رو ببینید جلو، لوگو النصر. نمیدونم شبیه النصر. آره النصر، آره النصر نوشته النصر. وای وای آره این اوله. خیلی باحال. این
چه سر او لوگو اینستاگرامه یعنی آره. گفته یه لوگوی بزن ریده شخ... بود یارو آره. یارو ریده بود اون کنه. یکی رنگیه بالتر بود خشت و دله اون خیلی تمیز بود. تا حالا پیج اینستاگرامو دیدی؟ آره 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 دیدی چقدر باحاله یه پست از پستای کل جهانو رندوم دیلی میذاره چه جاله ولی نسبت به از همه هم فکر کنم بیشتر فالوور داره نه یا اوله. از کریستیانو کمتره ولی کریستیانو نزدیک اول اینستاس بعد کریستیانو اوه پش ولی لایک و کامنتاش مثل پیجای سلبریتی ها نیست خیلی پایین تره اینستاگرام؟ آره اینستاگرام طبیعیه چون مثلا خود ما هم بعضی وقتا یه پست مثلا تبلیغاتی بذاریم 20 کای لایک می‌خوره ولی یه عکس از خودت بذاری یه میلیون 200 کای لایک می‌خوره می‌فهمی از اون آره آفر قبول دارم قبول دارم کنیم واسه مراسم خواستگاری که ایشالله بله رو بگیره بریم بریم کاملا واقعی و طبیعی ببین واسه بازی مصنوعی باشه چقدر پوره ماشاءالله آه اوکی وای اینم خواهد تو تغییر کار مادر هست آخه فیس خوبی وای وکس چرا خب تیغ بزن عزیزم این پوره مونه این کارش از تیغ گذشته حاجی درد داره اونجا یا خدا هشت گوش بکن که تو که الان بدبخت جر خورد چشش یوه ادی عکس از اول و آخرش بذار خیلی خوبه حاجی چقدر تغییر کرد با. چقدر خوشتیپ شد ببینید چقدر بچه رسیدگی خوبه یعنی واقعا رسیدگی چیز خوبه حاجی یارو فکر کنم یک سال و نیم آرایشگاه رو ندیده بود از تو جوب برش داشتم برده بودنش به خدا بعد از این هر روز میاد آرایشگاه خودش حال میکنه بریم 400 سال جوان این کچله چیزا براش پستیج قراره براش بذاره استاد توسی اومد مرتضی باشه خدا بیاموز رفت چقدر موت هست عمل پیوند سر داشت امنیت رو به جامعه برگردوندی حاجی مگه داریم همچین چیزی اصلا 30 سال جوون شد 50 ساله اومد خوب شد 20 ساله رفت خیلی خوب شد حاجی ادی خودت قبل اومد بزن چهاره یا اول فز خیلی حال داد این ویدیو دیگه خیلی حاجی کچلایی که مو میذارن اصلا واقعا چقدر مو تأثیر داره تو قیافه یه آرایشگر رپر نگفت نه آرایشگره سوسی داده آره اون نیست حاجی نگاه کن زیر بغلای یارو رو هم ماساژ میده کرد تو ماهی نگاه کن این چیه؟ این چیه بود؟ شد پابلو اسکوبار آرایشگاهی که این کارو میکنن اصلا بکنم باید خیلی گرون باشن من که تو حالا نرفتم گرونه مثلا یه اومی میگه دومات مثلا 10 میلیون حالا الان بچه ها اوزی مینویسن 10 میلیون واسه قدیمه اگه اینجوری بود نمیدونیم ما خب شاید بیشتر باشن آره نه من تازه این قیمت خیلی بالا پروندم که بگن گارو گم شو هنوز تو غاری خاک تو سر اطلاع جدی آقا اگه میدونید اینا آره این آرایش دومات یا چنده بنویسید تو کامنت خدا کی انقدر سفید باشه درست داره یا انقدر خب کدوم گایز هم چه گوهی بخوری اینو من یه مدل دیگه شو با یه آدم دیگه دیده بودم چه گوهی میخوای بخوری بفهم این جمعه که عالی برای دوست عزیزمون نظارشو نداشتم این پایان غیر منتظره بود آجی این بنده خدا خواستم همینو بگم بیچاره میخواست بره سربازی آخه دلم سوخت براش قیافش هم معلوم بود ناراحت بود اصلا تخم موهاش تخمش نبود آفره. بعدش تخمش آفره. بعدی داداش راجع به استایل موهات به اون توضیح میدی بله خب این ترک من زدم دراگون بالشه این بهش میگن سبک تیری بال و اینم بهش میگن سبک پانکی راست میگه به این سبک میگن پانک ولی سبک پانک استایل پانکی هم میخواد قبول داری یعنی یه ذره استایلش خیلی آره نه اینکه تیشرت ادساین بپوشی آره حالا شلوار آره با زنجیر به چیزت آویزون کنی ولی اوکیه خوبه دیگه دوست داشت داداش اوکی نیستی این مدل مو اصلا اوکی نیست در سرویس پوریا مردم دار تو کامنت ها ولی منم اینو میذارم به عهده بچه ها من این مدل مو رو اصلا
نمیپسندم آجی، یعنی نظر شخصی ما طرف خودش حال میکنه نوش جونش، اصلا بذارید به من و تو هم اصلا ربطی نداره، اصلا این مدل ولی من نیستم آجی. تیریبال چی چیه بلم جای کن. خاص میخواد، لباس خاص میخواد، یه شبه مثلا مثلا بری یه کلاب زیرزمینی که آره متال داره آفرین. من یه کلاب آجی یه کلاب رفتم اینجا اسمش کسل بود، خب از ایناست که گاتیک میگن، من نمیدونم خب اونا میرن بعد یه گوشه قفس داشت داوطلبانه میرفتی تو دختره بهت شلاق میزد، دستتو میذاشتی به چوب از اینایی که دروبت اول شلاق میزد اگه اعتراض نمیکردی تو رفتی این چوب پهنه رو میآورد میزد در کونه اینو بود. با ماسک میرن اگه با ماسک رفتی یا رفتی تو دیالا زدی به دریا؟ نه نرفته، من نرفته، من داشتم میدیدم فقط. نه میدیدم آیناز بهم گفت برو تو $200 رو درفته برو. دوستان مشتری خوبمون از شهر که ولیعصر تشریف آوردن، کاسب عرب هستن، ما هم براش این کار رو اجرا کردیم. آقا اینکه بچه هست چی کاسب عربه؟ عرب لیتری 8 حاجی بچه 10 سال است، چرا از این ویدیو ها درست میکنید خدا وکیلی؟ اینو سیبیلشو قشنگ بود، خیلی خوشگل در آورده حاجی. ایرانیه؟ اگه ایرانیه فکر نمی کنم. نه ولی در مورد راست گفتی چون احتمالا آدم بزرگسال هیچ وقت این کار نمی کنه، مجبور شد رو بچه ترایف کنه، ولی کار درستی نبود. ولی خلاصه آقا فعلا دار کن شاخ گوزنه سیگه. نه آره شاخ گوزنه دار کن. آره فعلا شاخ گوزنه، برو بریم خوشگلم کن داداش. به قرآن اونطوری خوشگلتر بودی. آره اینم باحاله، بچه خوشتیپ درست، فک درست، آره فکش درست، ماشاءالله زدم به تخته. زیاد گرد باده چند وقت پیش افتاد. گله گله روزه آجی پشمام، چرا اصلا باید همچین مدل مو دومادی هم بوده دونه سبی جیله و ایناش هم پوشیده، بعد این مدل مو رو آقا درست میکنی گلی این وسط سر یارو خالی میشه، از بالا خیلی زش میشه. کاری که درست کرده قشنگه، ولی هر مثلا نمیدونم چجوری بگم. آره سخته، سخته انجام دادنش، ولی قشنگی نیست مدل. آفرین آفرین، جمله درستی. بعدی عجله خوب. سلام علیکم. علیکم سلام. چرا سوراخ این وسطش؟ دل بگم اتل تل سر دل بگم بچه لونه پرنده رو کلش درست کرده بود با سوراخ. دارک نبودیم؟ چرا حاجی صد میزنه شاخ گوزنو؟ میگم لونه کاشته بود یارو فردا بره توش تخم بذاره با هزار امید و آرزو بچه هاشو تو کله یارو به دنیا بیاره. واقعا دارک بود. بابا چرا آخه؟ خیلی پسر حاجی این گردگیرا از تو مسجد استفاده میکنن، رنگ رنگیه. آره آره مال دکور و ایناست، دیدی؟ آفرین دایره یا پشمیه میدونم. آره آره ولی پسر خیلی خوشگله، قشنگ قابلیت مدل شدن. بابا خیلی خوشگله، ولی معلومه که فقط مو بلندش میاد، نمیدونم شاید کوتاه کنه بهش بیاد. کانش است راست مدل مو خیلی بد شده داره. پسرهای ندید و بدید، پسری که دلش مثل جورجینا، اونم مونیکا بلوچیه. پیاده کردم براشون سارا کراتین کار، مریم ناخن کار، ندا موجه کار، عاطفه فیبروز کار، اون بلوندی هم که میبینید اسمش شیرینه، لیزر خونه داره. فکر کنم کل کاردشیانان مگه نه؟ آره کاردشیانشون، یکیشون شبیه کیم بود، یکیشون شبیه کلویی، دومیه کلویی انگار. آره بلونده، نه بلونده کلویی. آره آفرین. آره آخری کندله بند خداست. آجی چه جالب اسمش کلوییه، من فهم میکنم خوله کاردشیانه. خوله واقعا خوله خانواده کاردشی. نه خیلی دوپشون آجی، من بعد کیم اونو دوست دارم. لیزر خونه آجی این انتخاب شد، به خدا این انتخاب شد. یا خدا اون که اصلا چجوری بایستاده، حتی اگه مو نیست بادکنک بود. حاجی از این بادکنک درازا نیست؟ تو طبقه 3 رفته نگاه کن حاجی، 3 متر موه همه رو زد. این اول آقا، این اول تمام. یه بار دیگه بزن از پله برقی داره میاد بالا. حاجی پشمام موه یا من نمیدونم مثل چیه، برای خیلی دارکه. حاجی مو اینجوری و هر چقدر پوری یا کتک تافت بزنی اینجوری وای نمیسته. یه ذره دوست چه اگه ثابت وایسی بتونی اینجوری تعادلش رو نگهداری، ولی را بری بمونه بعید میدونم، نمیدونم. ولی اگه موه دارکترین آخریش. خب گایز دم همتون گرم، مرسی که ویدیو رو دیدین، دوستتون دارم. دوتای دارک آخر رو فهمیدین دیگه، اگه آخری مو بود آخری، اگه نبود کدوم بود؟
لونه کفتر لایک کامنت سابتی داره اگه دوست داشتید دوستانشید فرای چشمان زیبانتان با فرشاد ویدیو بذاریم استوری میگیریم دوستتون داریم یه دونیم همه ما بین افراد حسود با چهره های صمیمی داریم زندگی میکنیم اول از همه پولدار شید و بعد سلامت باشید نه 100% دیگه گود بای Ha 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 ha.